برگزاری بزرگترین نمایشگاه هوایی ایران در کیش، بررسی روز اول و تجهیزات تاپ رونمایی شده ایران در این نمایشگاه. چه رویدادهایی در این نمایشگاه اجرا میشه؟ آیا برنامه دراگ تامکست با ماشین های لامبورگینی واقعیت داره؟ استتر جدید و بازاریابی سنگین هواپیمای سیمرغ همراه رونمایی از هواپیمای دوزیست جدید، از رونمای نسخه رزمی یاسین تا هواپیمای T90 و در نهایت موتور هوایی قدرتمند CFM56. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. همونجوری که حدود دو هفته پیش گفته بودیم، نمایشگاه هوایی کیش در روز گذشته یعنی 20 آذر ماه در کیش شروع شد. نمایشگاهی که بزرگترین رویداد هوایی کل کشور به حساب میاد و به همین دلیله که بسیاری از محصولات هوایی و یا برنامه‌های آینده صنعت هوایی ایران در این نمایشگاه به نمایش در میاد و در معرض دید عموم مردم قرار میگیره و همکاری ها و سرمایه گذاری های کلانی در بخش قطعات هوایی و یا خرید تجهیزات هوایی در این نمایشگاه بزرگ امضا میشن. که جالبه بدونین در این نمایشگاه به جز هواپیمایی که در ادامه برنامه بهشون میپردازیم، تعدادیشون هم برای اولین باره که رونمایی میشن، مثل هواپیمای T90 و سیمرغ و یه هواپیمای دریایی جدید. و به جز این هواگردها، فقط 80 قفه هوایی در این نمایشگاه وجود داره که تنها در قفه شرکت هوایی حسا بدنه نصف نیمه ای از جنگنده کوسر برای نشون دادن اویونیک و کامین جنگنده هم قرار گرفته که اطلاعاتی از جمله رادار کوچک شده یه بگنات و در نهایت اویونیک خود کابین در معرض دید قرار گرفته. و به جز این هواپیما هم دو ماکت یاسین با ماموریت رزمی، پشتیبانی نزدیک و در نهایت نمونه آموزشی از بزرگترین غایبان این نمایشگاه هوایی در غرفه حسا هست. و جز این غرفه، رونمایی از موتور بومی هوایی CFM56 و چندین رونمایی جذاب دیگه هم باید به این لیست جذاب اضافه بکنیم. از خیلی خوشحال میشیم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و امیدوارم از این ویدیو که با همکاری آور اسپیس ساخته شده لذت ببرید. بعد از گسترش نمایشگاه های هوایی در فرانسه و چین در دهه 90 میلادی بود که کم کم توی ایران هم درخواست هایی برای برگزاری نمایشگاه های هوایی مشابه به گوش رسید. و پس از تلاش هایی که شد توی سال 1381 بود که اولین نمایشگاه هوایی ایران یعنی نمایشگاه هوایی کیش برگزار شد. و در همین اولین دوره بود که برای اولین بار جنگنده تک سرنشین آذرخش یا همون F5 ارتقا یافته و نوساز ایران که با کمک چین ساخته شده بود و جت آموزشی سیمرغ که اولین محصولات هوایی ایران از پلتفرم F5 در ایران بودند رونمایی شدند. و بعدها با افزایش تعداد دوره‌ها و اتفاقاتی که افتاد، حتی سوخو-27 های روسی نیز وارد ایران شدند و کم کم نمایشگاه هوایی کیش رنگ و بوی بین‌المللی شدن را به خودش گرفت. و بهترین دوره این نمایشگاه هم نمایشگاه برگزار شده در سال 1395 بود که شوالیه‌های روسی و زنبورهای بالتیک از لیتوانی وارد نمایشگاه شدند. و برای اولین بار در کشور سه تیم آگروجت از ایران، روسیه و لیتوانی در نمایشگاه به هنرنمایی پرداختند. که جالبه بدونین شهید رنجبر، یعنی خلبانی که با جنگنده یاسین که عازم این نمایشگاه بود سقوط کرد، جزء همون خلبانانی بود که در این نمایشگاه با یک جنگنده تایپ سائقه به هنرنمایی پرداخته بود و در کل یکی از خلبانان تاپ کل نمایشگاه های هوایی آسمون ایران بود که روحشون شاد و یادشون گرامی. ولی خب خلاصه کار بعد از رسیدن به دوره کرونا بود که این نمایشگاه برای 5 سال داخل ایران برگزار نشد. اما تلاش هایی که توسط استاندار کیش انجام شد، دوباره شروع این نمایشگاه هوایی از سر گرفته شد و نمایشگاه هوایی کیش در تاریخ 20 تا 23 آذر ماه در کیش برگزار شد. اما بیاین اول کار بپردازیم به هواگردهای شرکت کننده در این نمایشگاه و بعد به غرفه های این نمایشگاه بپردازیم. اول بیاید حواشی این نمایشگاه رو بررسی کنیم. خب بزرگترین شرکت کننده این نمایشگاه هوایی نیروی هوایی ارتش ایرانه که شایعات خیلی زیادی در مورد حضور ارتش با هواپیماهای یاک 130 و یا هواپیمای سوخو-35 به گوش برسید. از طبق شایعاتی که به گوش میرسه، ارتش میخواست توی این نمایشگاه از هواپیمای یاک 130 و یا سوخو-35 خودش رو نمایی بکنه، ولی گویا به دلیل اتفاقاتی که برای هواپیمای یاسین افتاد و یا احتمالاً به دلیل مشکلات سیاسی و تصدیاتی احتمالی، نیروی هوایی ارتش از این کار خودداری کرد. از جمله حواشی دیگر این هواپیما که میتونیم بهش اشاره بکنیم هم سقوط هواپیمای یاسین عازم این نمایشگاه هستش. در واقع حدود دو هفته پیش بود که یک فروند هواپیمای یاسین که پیشنمونه دوم و اصلی این هواگرد بود، هنگام اومدن به نمایشگاه به دلیل اصال موتورش سقوط کرد.
البته بسیاری از رسانه‌های رسمی هواپیمای مذکور رو هواپیمای F5 یا کوثر تازه اوورهال شده می‌دونستن. ولی از اونجایی که تمامی محصولات هوایی مطرح کشور توی نمایشگاه حضور دارن، نبود یاسین رو میشه به معنی سقوط یاسین معنی کرد. و همین دلیل هم نمایشگاه هوایی کیش امسال لقب مرگبارترین نمایشگاه هوایی ایران رو هم دریافت کرد. اما در مورد هواگردهای شرکت کننده در این نمایشگاه، حقیقتش نیروی هواگردش و وزارت دفاع در کل 3 تا 4 هواگرد جدید رو در این نمایشگاه رونمایی کردند. پرصداترین هواپیمای تازه رونمایی شده رو باید هواپیمای T90 یا همون نمونه ارتقای هواپیمای آموزشی سوئدی PC-7 بدونیم. هواپیمایی که در واقع به دلیل افزایش استانداردهای پروازی و ارتقای جنگنده‌های قدیمی ایران مجهز به چند سیستم نمایشگر جدید شده و یه جورایی ساده‌تر بگم، اویونی که هواپیما مثل هواپیمای کوثر دیجیتالی شده. و خب از قرار نیروی هوایی 3 فروند از این هواپیمای تازه ارتقا پیدا شده رو در این نمایشگاه رونمایی کرده. البته ناگفته نمونه این ارتقا حداقل از سال 99 در ایران دیده شده و شرکت ESA قبلا اعلام کرده بود توان تولید نمونه بومی و صفر این هواپیما رو هم داراست. و در آخر باید بگم یک نمونه از این هواپیما هم سال گذشته هارد کراش داشته. دومین هواپیمای مهم این نمایشگاه جدیدترین هواپیمای آموزشی رزمی ساخت ایران یعنی جنگنده کوثره. هواپیمایی که در واقع حاصل ارتقای اویونیکی بر روی جنگنده F5 قدیمی آمریکایی‌ها به حساب میاد و توی کشور هم به شکل انبوه تولید شده و هم ارتقا پیدا کرده. بر اساس پیش‌بینی‌ها حدود 20 فروند از این جنگنده تا همین الان ارتقا پیدا کردن. بر اساس شنیده‌ها تعدادی از این هواپیماها به دلیل مشکلاتی که در صندلی نجات خودشون داشتن توسط ارتش دریافت نشدن که بعدها با رفع کمی از مشکلات ارتش این هواپیماها رو با صندلی سریر به خدمت گرفت. اما خب گویا در نمونه دوم کوثر یعنی نمونه رسمی این جنگنده مثل اینکه ارتش هیچ جوره حاضر نیست جنگنده جدید رو با این مشکلات به خدمت بگیره. اما میرسیم به سومین هواپیمای مهم در این نمایشگاه، یعنی هواپیمای سیمرغ یا با استعداد جدیدی که برای صنایع هوایی در معرض تست شرکت‌های هوایی مثل شرکت هواپیمای ماهان، ایران ایر، چاپار و در نهایت چندین شرکت دیگه قرار گرفته و در این نمایشگاه بسیاری از شرکت‌ها که حتی حاضر نبودن این هواپیما رو تست بکنن برای اولین بار پرواز این هواپیما رو مشاهده کردن و هواپیما رو مورد بررسی قرار دادن. سیمرغ رو میشه نوادگی جدیدی از پروژه ناموفق ایران 140 دونست که در ایران با بازطراحی اساسی تمامی بخشایی که داشت تبدیل به سیمرغ شد. و خب چون این هواپیما نواده هواپیمای قبلیه کمتر بهش توجه شده، ولی خب تا الان حداقل 2 هواپیمای سیمرغ به سفارش ایران ایر و صنایع هوایی کشور در حال ساختن حساب هستند. در کل سیمرغ از لحاظ اویونیک، طراحی و سیستم‌های به کار رفته در خودش پیشرفته‌ترین هواپیمای ساخت ایران لقب گرفته که اگه مشکلات کیفیتی مثل ایران 140 نداشته باشه، گزینه بسیار خوبی برای ورود به شکل گسترده به ناوگان کشوره و ایران 120 فروند از این هواپیما رو نیاز داره. در کل این نمایشگاه فرصت بازاریابی خیلی خوبی برای سیمرغ و وزارت دفاع حساب میشه. به جز این هواپیماها هم یه هواپیمای آبی خاکی با نام ناشناخته در این نمایشگاه رونمایی شده که این هواپیما پیشتر هم قرار بود در نمایشگاه هوایی بندر انزلی که 3 سال پیش توی انزلی میخواست برگزار بشه ولی در نهایت به دلیل کرونا کنسل شد، با نام اولین هواپیمای تاکسی دریایی کشور قرار بود رونمایی بشه. و چیزی که مشخصه اینه که این هواپیما یه هواپیمای آبنشینه که برای انجام پروازهای ساحلی و انتقال سریع مسافر در آبهای جنوبی و یا شمال کشور عالیه. و خب از اونجایی که ایران در جنوب کشور تعداد زیادی جزیره داراست، اصلا این هواپیما برای انجام پروازهای ترابری بین جزیره هایی که فرودگاه ندارن گزینه خوبی حساب میشه. و در کل یه هواپیمای دوزیست جدید در این نمایشگاه رونمایی شده. و دیگه هم به جز هواپیمای سرگ فرج و سائقه که در تعداد 2 فروندی در این نمایشگاه حضور دارن، دیگه فایتر و هواپیمای جدیدی توی این نمایشگاه وجود نداره. و پیشرفته ترین هواپیمای جنگی حاضر در این نمایشگاه هم تامکنت و کوثرها بودن و تعداد پهپاد مهاجرشش هم به شکل چند فروندی پرواز کردن و نمایش هوایی اجرا کردن. البته ناگفته نمونه یکی از 2 فروند هواپیمای آنتونوف 24 اوکراینی های ایران هم در این نمایشگاه با نام اطلس حضور داشتن. اما بیاین از هواگردهایی که توی این نمایشگاه بودن کمی دور بشیم و بریم تو دل 80 غرفه متعلق به 110 شرکت شرکت کننده در این نمایشگاه. همین اول کار بیاین نگاهی بکنیم به ماکتاپ جنگنده کوثر که شرکت ESA در این نمایشگاه رادار وگنات 5 یا همون رادار گریفای ایرانی رو به شکل عمومی رونمایی کرده.
از طبق گفتهای مسئولین این قرفه که باشون صحبت میکردم، گویا برد رسمی این رادار 75 کیلومتر اعلام شده که با نسخه اروپایی خودش برابره. ولی خب از اونجایی که اینجا ایرانه، احتمالاً برد اصلی این رادار یه ذره از چیزی که گفتم بالاتر باشه. و در ادامه هم تعدادی از نمایشگرها و در کل کابین اصلی این جنگنده هم به نمایش در اومد که نمایشگرهای نشون دهنده تسلیحات، رادار، سیستم‌های ارتباطی، اطلاعات موتور و در نهایت پخش کنترل فرامین افیونیکی به شکل نمادین و برای کابین نصب شده. که البته این قطعات ساخت مشترک شرکت سایران و حسا هستند که به شکل مشترک نشون داده شدن. اما در ادامه ماکت‌آپ‌های مهم این نمایشگاه، دو ماکت از هواپیمای یاسین در این نمایشگاه رونمایی شدن که یکی در واقع نمونه رسمی هواپیمای یاسین، دیگری همون نمونه اصلی یعنی نمونه آموزشی این جنگنده که البته متاسفانه به دلیل سقوط هواپیمای نمونه یا همون پیش نمونه دوم جنگنده یاسین، حضور نمونه اصلی این نمایشگاه جزء بزرگترین حاشیه ها و در نهایت غایبین این نمایشگاه بزرگ هستش. اما متاسفانه ما به جای دیدن پرواز جنگنده آموزشی یاسین باید به دیدن ماکت های این جنگنده تا چند سال عادت بکنیم. تا دو نمونه یاتی این جنگنده که نمونه های سوم و چهارم این جنگنده هستن به طور نهایی تکمیل بشن و کم کم پروژه جنگنده یاسین به شکل بسیار قوی تری از گذشته ادامه پیدا بکنه. نکته دیگر و جالب این نمایشگاه، رونمایی از یک کابین یا ماکتاپ مشابه از هلیکوپتر تهاجمی طوفان همراه با اپتیک دید در شب و رسمی جدید و با زوم ناشناخته و در نهایت یک کلاه پروازی جدید هستش که احتمالاً این کلاه توانایی پرواز در شب و نمایش اطلاعات پروازی رو به خلبان میده. و خب هنوز اطلاعات زیادی در مورد این کلاه در دسترس نیست، ولی احتمالاً امکان همکاری این کلاه با توپ اصلی هلیکوپتر هم وجود داره. در مورد اپتیک این هلیکوپتر هم چیز زیادی در دسترس نیست، ولی خب گویا بزرگترین اپتیک ساخته شده برای یه هلیکوپتر توی کشوره. احتمال کار رفتن این اپتیک روی طوفان 3 یا وایپر بومی ارتش هم وجود داره. ولی چیزی که مشخصه قطعاً قدرت زوم این اپتیک بالای 30 تا 50 ایکسه. دیگر محصول هوایی خیلی جنجالی ایران توی این نمایشگاه برمیگرده به قرفه مبنا و رونمایی و بازاریابی رسمی از موتور CFM 56 ایرانی در این نمایشگاه. این موتور که پیشتر توی سال 1401 بر اساس موتور هواپیمای مشهور بوئینگ 747 و چندین مدل از هواپیمای پهپیکر دیگه اروپایی ساخته شده که لقب موفق ترین موتور هواپیمایی در بخش ترابری و تجاری رو داراست. این موتور که در نسخه‌های مختلف 24 تا 31000 پوند قدرت خروجی داره رو میشه یکی از بهترین و با کیفیت ترین موتورهای هوایی ساخته شده توسط غرب دونست. یه شرکت مبنا که از لحاظ فناوری‌های متریال‌های فوق سخت یعنی سوپر آلیاژها در جایگاه خوبی قرار داره تونسته بسازه و شایعاتی از احتمال همکاری این شرکت با چین برای ساخت موتورهای هوایی مشترک به گوش می‌رسه. چون CFM 56 در حال حاضر توی کشور برای تولید شدن صرفه اقتصادی نداره و برای همین نیاز به سفارش خارجی و یا شریک اقتصادی برای ادامه این پروژه هستش. البته شایعاتی در مورد همکاری احتمالی وزارت دفاع با مبنا برای ساخت یه نمونه نظامی هم به گوش میرسه. اما برسیم به بخش بالگردی. در مورد بخش بالگردی هم میشه گفتش که به شکل کلی نمایشگاه پکیج کاملی از هلیکوپترها رو داره. هلیکوپترهای سری بل 212 و 412 ساخته پنها و حسا و هلیکوپترهای میل 17 و در نهایت تعدادی هلیکوپتر سبک 2 تا 4 نفره هم در نمایشگاه حضور دارن. ولی خب در این میان در این نمایشگاه یه هلیکوپتر ایتالیایی خاص هم وجود داره که اونم هلیکوپتر آگوستای 139 هستش که جدیدترین هلیکوپتر وارداتی مونتاژی ایران هستش که در اوایل سال 1399 برای شرکت نفت ایران وارد کشور شده. این هلیکوپتر که رقیب اصلی هلیکوپتر مشهور بل 412 هستش رو میشه پیشرفته ترین هلیکوپتر وارداتی ایران در چند سال اخیر دونست. در صورت تمایل شما عزیزان حتما توی برنامه جداگونه و به شکل اساسی بهش خواهیم پرداخت. دیگر محصولاتی هم که ایران در این نمایشگاه رونمایی کرده میشه به پهپاد مهاجر 10 و 6 برای صادرات اشاره کرد و دیگر بخش مهم این نمایشگاه رونمایی از بعضی از قطعات پرمصرف و یا تحریمی صنعت هوایی کشور هستش که بعداً با دسترسی به اطلاعات و تصاویر بیشتر حتما اونا رو براتون توی برنامه‌های اختصاصی پوشش خواهیم داد. ولی این ناگفته نمونه که نمایشگاه هوایی امسال چند تا برنامه جذاب هم داره و گویا تنها تامکت اعزامی به این نمایشگاه قراره با چند تا ماشین سوپر اسپورت هم مسابقه درک بده. حالا کل تا پایان این نمایشگاه 3 روز دیگه باقی است و باید منتظر خبرهای جذابتری از این نمایشگاه هوایی مهم باشی. پس پیشنهاد میدم برنامه های روزهای آتی کانال رو که قراره به بررسی اختصاصی این نمایشگاه بپردازیم اصلا از دست ندید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا
تا اسمسای دیگه، خدایا رو نگهدار.